جان ما را بگیرید، نان ما را نه. این شعار دستفروشان غرب کابل است که پس از تصمیم ظالمانه گروه تا در مورد سرنوشتشان سر دادند. سلام بر شما، عبدهم مارچ و 26 حدود 1400 هجری شمسی است. به تازگی مسئولان گروه تا در غرب کابل به دستفروشان و کراچیداران هشدار داده است که ماهانه یک مبلغ هنگفت به عنوان کرایه مکان و یا مالیه برای ما پرداخت کنید. در غیر آن صورت جایی را که شما در آنجا دستفروشی میکنید به فرد دیگر به کرایه میدهیم. منابع محلی در گفتگو با سنترال افغانستان میگن که برای کراچیداران و دستفروشان در غرب کابل گروه تا فشار میآورد تا بابت فی متر مربع زمینی که در آنجا کنار سرک برای خود دستفروشی باز کردند مبلغ 1500 افغانی کرایه پرداخت کنند. یعنی اگر کراچی شما 2 متر باشد باید 3000 افغانی و اگر 2.5 متر باشد 3750 و اگر 3 متر باشد 4500 افغانی به این گروه پرداخت کنید. منابع میگویند در این روزها که فقر گسترش یافته و کاروبار دستفروشان کم رونق است، پیدا کردن این مبلغ کار بسیار سخت و حتی برای خیلی ها ناممکن است. این منبع ما میگویند که چالش ها به اینجا ختم نمی شود و تمام دستفروشان و کراچیداران مکلفند که کرایه 3 ماهه را یک جا پرداخت کنند، یعنی چیزی در حدود 10 الی 13 هزار افغانی. از سوی هم باید یک مقدار پول دیگر به عنوان پول پیش در بانک پرداخت کند که مبلغ آن نیز نظر به کراچی بین 10 تا 20 الی 30 هزار افغانی خواهد بود. کراچیداران دشت برچی در گفتگو با سنترال افغانستان می افزایند در شرایطی که آنان حتی به نان خشک شب و روزشان درماندند چون این مبلغی را از کجا آماده کنند، در حالی که چندین ماه است نان شکم سیر نخوردند. یکی از منابع میگویند که یک عضو گروه تا حتی با آنان گفته است که دیگر خبری از خلیل گگ و دیگرتان نیست تا به دادتان برسد و یک کدام فرد دیگر که به حوزه و فلان فلان جای زنگ بزند. این چیزی است که ما سرتان انجام میدهیم و شما هم مجبور هستین که اطاعت کنید. امروز یک جمع از دستفروشان در غرب کابل نیز تجمع کرده و فیصله نمودند تا با مقامهای بلندپایه گروه تا صحبت کنند. آنان با شعار جان ما را بگیرید، نان ما را نه، خواهان ختم این ظلم و تبعیض بر مردم فقیر و دستفروش در غرب کابل شدند. هزاران و ده هزار نفر در شهر کابل به عنوان دستفروش در کنار سرک و پیاده روها مصروف دستفروشی و سودا و خرید هستند تا از این طریق بتوانند خرج خانواده‌شان را تهیه کنند. از گذشتهان شهرداری یک مقدار پول معین از آنان به عنوان مالیه اخذ میکردند، اما مقدار آن نظر به درآمد کراچیداران و اندازه کراچی آن تعیین میشد. مبلغی که از توان کراچیداران بود و آنان میتوانستند به راحتی آن را پرداخت کند. اینک ما مسئولان گروه تا میخواهند نان را از دهن آنان بگیرد. دستفروشان و کراچیداران میگوید اگر وضعیت اینگونه ادامه پیدا کند و مالیات و کرایه ای را که بر آنان وضع کردند کاهش نیابد، بسیاری ها نمیتوانند این پول را آماده کنند و در نهایت مجبور میشوند که دستفروشی را ترک کنند و در آن صورت خانواده‌شان نیز گرسنه نخواهد ماند.